خبرنگار تلویزیون الجزیره در گزارشی گفت در راهپیمایی مخالفان رژیم شعارهایی در محکومیت حوادث بعد از انتخابات ریاست جمهوری و مشخصاً علیه دستگیری ها و همچنین شعارهایی در محکومیت روسیه سر می دهند. همینطور شعارهایی مبنی بر این که موضوع فلسطین برای ایران مهم است، اما مهمتر از آن دفاع از حقوق ایرانیان است. شبکه تلویزیون العربیه طی گزارشی گفت روز قدس عمق شقه‌ای که جمهوری اسلامی از آن رنج می‌برد را منعکس می‌کند. خبرهای رسیده هاکی است که محمد خاتمی رئیس جمهور سابق نیز توسط نیروهای بسیج با چاقو مورد حمله قرار گرفته است. منابع اصلاح طلب تأکید کردند که مقامات با بهره برداری از تعطیلی عید فطر میرحسین موسوی و مهدی کروبی را دستگیر خواهند کرد. گزارش تلویزیون العربی افزود صبح زود آخرین جمعه ماه رمضان شاهد گسترش هزاران نیروی بسیجی و نیروهای امنیتی و پلیس در مناطق مختلف ایران بود. ساعاتی از شروع تظاهرات نگذشته بود که خبرهایی از درگیری و دستگیری ها پشت سر هم رسید. در همین حین هواپیماهای شناسایی و هلیکوپتر به صورت گسترده پرواز می کردند. در این حوادث درگیری‌هایی در اکثر شهرهای ایران در گرفته بود، ولی بیشتر در مشهد و قم و تبریز و اصفهان متمرکز بود. این درگیری‌ها از شعار دادن و ایجاد محدودیت به جنگ کلامی و درگیری تن به تن کشیده شد که در آن نیروهای امنیتی از شلیک گلوله زنده برای پراکنده کردن تظاهرکنندگان استفاده کردند که در نتیجه تعدادی زخمی شدند. منابع گفتند که مقامات قصد دارند میرحسین موسوی و مهدی کروبی را بعد از پایان مراسم روز قدس دستگیر کنند.